جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نو. درود بر ملت ایران. شرایط در داخل کشور بسیار 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 خیر و بچه های میهن‌پرست از داخل ایران به ما گزارش دادن که طبقات مختلف مردم خودشون رو دارن آماده میکنن برای یک رستاخیز بزرگ، رستاخیزی که آغازش از آبان ماه سال گذشته، هفتم آبان، که عده‌ای از مردم ایران رفتن به سمت آرامگاه کوروش بزرگ
آرامگاه بنیانگذار ایران شاهنشاهی، و در اونجا با یه گرد همایی بسیار بسیار باشکوهی که همه اقوام ایرانی اونجا حضور داشتن با لباسهای محلی و هر کدومشون هم به زبانهای محلی خودشون مطالبی رو گفتن، بیانیه‌هایی رو به اصطلاح در نهایت که جمع شدن دوره هم و یک بیانیه ای رو خوندن. چقدر زیبا بود واقعا اون گرد همایی که مردم اونجا شعار میدادن ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست، و یک صدا با هم تبریک گفتن تولد اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم رو که بسیار بسیار دیدنی بود. شاهزاده تولدت مبارک، و اعلام همبستگی همه آحاد ملت ایران از بچه های خونگرم و عزیز خوزستانی ما تا سر ایران آذربایجان، از تن ایران کردستان عزیز تا بچه های خوب و مهمان نواز ترکمنستان تا بچه های سیستان و بلوچستان و مردم غیور لرستان، همه بودن، همه و هر کدومشون هم به زبان محلی خودشون عرض کنم مطالبی رو گفتن که حضورتون عرض کنم. همون موقع من در رادیو در برنامه که خودم داشتم عرض کردم که این شروعی است برای پایان بخشیدن به استبداد نعلین و استعمار روس و انگلیس. حالا چه مطالبی گفته شد در این رادیو تلویزیون ها، یه عده اومدن گفتن که ما کردیم، یه دو گفتن نمیدونم ما هستیم، یه دو گفتن ما بودیم، یه دو گفتن ما قهرمانیم، یه دو... حالا هر کسی اومد به هر حال خواستن که یه جوری این خیزش مردم رو، این حرکت بسیار بسیار زیبای مردم رو به خودشون نسبت بدن. خب دیگه وقتی حساب و کتابی عرض کنم در این دنیاهای رسانه‌ای در کار نباشه، خب هر شخصی هم میاد و ادعا میکنه دیگه. مثلا یه نفر میاد میشینه پای تلویزیون پای این دوربین و یه چهار نفر هم بهش زنگ میزنن و اینا، آدمیزاد دیگه، یه مرتبه تصور بکنه که ای نکنه علی آباد هم شهریه. نه به خدا، هنوز علی آباد دهه، شهر نیست هنوز. پس چهار نفر که حالا به من اینجا تلفن میزنن و به من میگن استاد، فرمانده، قهرمان، خوشبختی، نکنه واقعا من کسی هستم. و طبق معمولم کسی که جلوی این دوربین میشینه تصور میکنه که مخاطبینش هم در حد خودش میفهمن و نمیدونن که به هر حال این صداها پخش میشه، این تصویر داره میره، این امواج همینطوری داره میره تا ژاپن، تا استرالیا، تا اون ور کرمان، یزد، تا بوشهر، تا نمیدونم اروپا، همه جا داره میره و از کارگر و کشاورز بگیری تا اون راننده زحمتکش اتوبوس و تاکسی، تا استاد دانشگاه، پزشک، مهندس، خانم خانه‌دار، دانش آموز، پیر و جوان و بازنشسته و کارگر و کارمند، همه نشستن دارن نگاه میکنن. آدم نمیتونم توی بنیجه بشینه و ادعای فضل و دانش بکنه و این چهار تا لغت هم از این ور اونور بدزده، چون مشخصه بعضی از لغت هست مال خودشون نیست، معناش هم نمیدونن، و بدتای ادعای فضل و دانش بکنه و به حضورتون عرض کنم یک حرکت و یک جنبش و یک خیزش رو همونطوری بدزده بذاره تو جیب خودش، بگه من کردم، من بودم، من اینا رو آوردم تو خیابون. ولی خب دیگه حالا فعلا که نمیشه کاری کرد، هر کسی الان به خودش میگه استاد، جایی که مثلا جمشید مشایخی هم بشه استاد دیگه، شما حرف اگه داری برو بکن آقای دایی خان. به هر حال حضورتون عرض کنم که این حرکت که آغاز شد در برابر آرامگاه کوروش بزرگ، بنیانگذار ایران شاهنشاهی، و مردم اونجا شعاراشون رو دادن، حرفاشون رو زدن، تکلیف رو روشن کردن، یعنی اونجا
پیام رو مردم ایران. برای همین من همیشه میگم ملت بزرگ ایران، نه اینکه بخوام هندونو زیر بغل مردم ایران بذارم، نه، مردم ایران ملت بزرگیه، نه از نظر قد و قواره، ملت باهوشیه، ملت هوشیاریه، سر به زنگای تاریخ میدونه چه پیامی رو بده. درسته که در طول تاریخ همین ملت بزرگ گافایی هم دادن و دادیم، نمیتونیم منکرش بشیم، هر ملتی، نه فقط ملت ایران، ولی در نهایت مردم ایران نشون دادن که واقعا ما ایرانیان مردم باهوشی هستیم، هوشیاریم در نهایت، و همین هوشیاری ما باعث حسادت جهانیان شده. مثلا یکی از این هوشیاری های ما این بوده که ما عرب نشدیم. خیلیه یک سری قدارکش حمله کنن به کشورت و همه چی رو به یغما ببرن، نزدیک به 40 و چند خلیفه بیان و بر ایرانیان حکومت بکنن، ولی تو عرب نشی، در حالی که تا مصر، تا اون بره الجزایر، مراکش، تونس، تا موریتانی عرب شدن، تا شمال افریقا، تا تقریبا میشه گفت تا مرکز افریقا زبان عربی رایج شد و حتی موفق شدن که خودشونو برسونن به اروپا، از این طرف تا اتریش رفتن، از اون طرف تا عرض کنم همون منطقه جبل و طارق رفتن و همیشه میبینید جاپاهاشونو میبینید که تونستن برخی از مناطق رو به سمت خودشون بکشن، مثل همین بوزنی هرزگوبین. برحال مردم ایران مردم باهوشی هستن و هوشیارن و میدونن که در کجای بزنگاه تاریخ بعد حرفشون رو بزنن، حرکتشون رو بکنن. در برابر آرامگاه کوروش بزرگ مردم ایران حرفشون رو زدن و گفتن که شاهزاده تولدت مبارک، کوروش ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست. خب این پیام دیگه کاملا واضح و روشنه دیگه، و جشن و شادی برگزار کردن، نشون دادن که ما اهل جنگ نیستیم، اهل دعوا نیستیم، اهل غم‌کشی نیستیم، قیافمون شبیه این بسیجی های پرپشم و پیلی نیست، قیافمون شبیه این پاسدارهای معتاد چرتو نیست، و ما اصلا از تیر و طایفه اینها نیستیم، ما از قبیله آدمخواران این اسلامیان نیستیم، خمینی و طالقانی و رفسنجانی و عرض کنم مطهری و مفتب و خامنه‌ای و بقیه همین اراذل و اوباش و حتی یه عده‌ای که اون لاستیک رو سرشون نذاشتن، اون عمامه ها رو نذاشتن، مثل همین احمدی نژاد و آشق مهدی بازرگان و غیره و زاله، چه این هست تیر و طایفه ما واقعا نیستن، نه قیافه هاشون به ما میخوره، نه حرف زدنشون اصلا متعلق، مثلا شما قیافه سردار نقدی رو نگاه کنید، کجا قیافه ایرانی اینطوریه، قیافه مثلا محمد علی جعفری رو نگاه کنید، محسن رضایی، اون سردار سلیمانی، اینا واقعا کجاشون ایرانی، مثلا خلخالی، همشون بیمار روانی، همشون سادیست دارن، همشون تمام وجودشون پر از کینه، عقده، در حالی که ایرانی‌ها اینطوری نیستن. ملت ایران یه ملتی اهل صفا، اهل عشق، و شما تمام کوچه پس کوچه های ایران رو برید نگاه کنید به اسم یک شاعره، این خیلی افتخار برای یه ملت. و شعرهای ما ارزم بزرگتون فقط راجع به انسانیت گفتن، راجع به عشق گفتن، کجا مثلا شعرهای ما اومدن گفتن اعدام کن، شلاق بزن، دست قطع کن، چش کور کن، قصاص کن، اینو بکش، اونو بکش، کجا اصلا در ادبیات ما هست لا اله الا الله محمدن رسول الله شمشیر قمه، یا کجا در ادبیات ایرانیان هست فرض بفرمایید فضل الله المجاهدین، کجا اصلا این پرت و پلاها رو دادید. در ادبیات ایرانیان همیشه صحبت بر سر دوستی بوده، بر سر عشق بوده، بر سر محبت بوده، همش ما از همزیستی مسالمت‌آمیز صحبت کردیم، از اینکه اگر لقمه خوراک روی سفره هست با همسایت تقسیم بکن، واقعا کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک نزد ایرانیانه، و به خاطر اون حمله ناجوانمردانه‌ای که به ما شد و ما شکست خوردیم، به هر حال اون زمانی که اون درفش کاویانی از دست سپه سالار ایران فرمانده ارتش شاهنشاهی ایران بر زمین افتاد و دستش رو با قمه قطع کردن این تازیان رستم فرخزاد، زمانی که اون درفش کاویانی از دستش افتاد، که ما از اونجا آغاز شد بدبختیمون که در مملکت باز شد، دیگه هر کی چپ و راست و شرق و غرب اومد و تجاوز کرد، تا اینکه رسید به دوران پهلوی. البته تو این 1400 سال یکی دو مورد بوده، یه سری میهن پرستانی اومدن این اوضاع رو جمع جور کردن، مثل سردارانی مثل آریابرزن، مثل فضل فن ابو مسلم خراسانی، بابک خرمدین، یعقوب لیث صفاری،
نادر و دیگران اومدن، ولی در نهایت همیشه ما مورد تجاوز قرار گرفتیم. این مملکت ما همیشه دوچار هرج و مرج بود و این اسلام هم اومد که دیگه شد قوزه بالا قوز، تا اینکه یک سردار بزرگی به نام اعلیحضرت رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین میاد و اوست که مجدداً بحث میهن پرستی رو در بین ایرانیان اشاعه میده. یعنی اساساً با آمدن رضا شاه بزرگ بود که میهن پرستی اومد و مردم ایران متوجه شدن که ما چه گوهر گرانبهایی رو در طول این قرن‌ها از دست داده بودیم. این میهن پرستی رو که ما از کنارش میذاریم خب یه لغت میهن پرستان، یه لغت معمولی است، اما نه، این خیلی داستان داره. یعنی وقتی که یک جامعه میهن پرست نباشه و کشورش رو دوست نداشته باشه و همونطور که گفته میشه که چو ایران نباشد تن من مباد، و اینو ما واقعا نفهمیم با تمام وجود و متوجه نشیم، خب آخر عاقبت همین میشه که ما بریم اسیر خمینی بشیم و اسیر خلفای بنی امیه و خلفای عباسی بشیم و این بلاها سرمون بیاد و قصاص بشیم و شلاق بخوریم و باج بدیم به آخونده و کتکمون بزنن، شلاقمون بزنن، دستگاهمون رو قطع کنن. بنابراین علازاد ازاشای بزرگ بود که اومد و مجدداً میهن پرستی رو احیا کرد در جامعه ایرانی و مردم ایران یادشون افتاد که ناسیونالیسم یعنی چی، میهن پرستی یعنی چی. خب این دردآور برای کمونیستا، این دردآور برای کسانی که میگن ما جهان وطنی، خودشون میگن، چپی‌ها میگن که ما جهان وطنی ولی پایتخت اون مسکوئه، مسلمان هم همینو میگن، مسلمان هم میگن که ما باید اسلام ناب ما محمدی رو اینو ما مثل ویروس و میکروب پخشش بکنیم تو دنیا، که رفتن تا اسپانیا، رفتن تا اتریش، رفتن قمه کشی کردن، اومدن کشور ما رو گرفتن، که حتی خود محمد گفت که اگه ما بتونیم بر پارسیان غلبه بکنیم میتونیم بر تمام جهان غلبه کنیم، و درست هم میگفت، چون با اشغال ایران موفق شدن برن تا آسیای میانه رو همطوری مسلمان بکنه، به زور شمشیر البته، نه با گل و بلبل، و تا قزاقستان هم رفتن از این، و تا چین هم رفتن دیگه، حالا دیگه بقیه سوختشون نرسید. به این ترتیب حضورتون عرض کنم که با آمدن رضا شاه بزرگ بود که ناسیونالیست در ایران احیا شد، و این رضا شاه بزرگ بود که بذر ناسیونالیست رو در جامعه ایرانی کاشت، و بعدم که اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر اومدن و این رو کاملا در ایران جا انداختن. برای همین بود که در طول این 39 سال روح الله خمینی، این بیمار روانی، این جنایتکار غرب، بزرگ لوادکارا و جانشین برحقش، واقعا برحقش، این علی شیری، آخوند بیشعور نفهم، اینا هر کاری کردن توسط عواملشون، عمالشون در داخل در خارج، با داشتن تمام مدیاها، با داشتن تمام امکانات که بتونن این عرق ملی رو از ما بگیرن. گرفتن این عرق ملی هم بزرگترین چیزش به اصطلاح عاملش اسلام بود. یعنی گفتن ما اگر اسلام رو در برابر ناسیونالیست بگذاریم کار تمومه، میتونیم از اون، چون اساسا مردم ایران به خاطری که ما نخستین ملتی بودیم در جهان که خداپرست بودیم، یکتاپرست بودیم، و این حالت مذهبی در ما بوده. مذهبی نه مقصودم این استش که به حالت خرافات و به حالت عقب ماندگی، نه، ما ملت بی ایمان نبودیم، بت پرست نبودیم مثل اعراب که یه نفر بره تو غار بعد بیاد بیرون، حالا اونجا از پشت چی گفتن چه مسائلی شده اینا، برو بخوان به نام خدا و فلان، هم پرت بلایی که میگن، این بیاد و بره حالا اون بتخونه رو داغون کنه، ولی ما اینطوری نبودیم. ما ملت یکتا پرستی بودیم، برای خودمون حساب کتابی داشتیم و اعتقاداتی داشتیم، کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، اهورامزدا، اینها خب نزد ایرانیان بوده. اینها اومدن از این عرفانی که در خون مردم ایران هست، که همیشه هم در بین شعرهای ما بوده، اومدن استفاده کردن، در نهایت سوء استفاده کردن و اومدن اسلام رو در برابر ناسیونالیسم گذاشتن. اما از اونجایی که آخوند اساساً، با اینکه آخوندان هوشیاری های خاص خودشون دارن، یعنی اون پدرسوختگی های خاص خودشون رو دارن، اما اساسا از اونجا که آخوندها در نهایت بیشعور تشریف دارن، فرقی هم نمی کنه کدومشون، حالا هرچی امامشون بزرگ باشه، کوچیک باشه، آیات اعظام باشن، حجاج اسلام باشن، سقط الاسلام باشن، روزخان باشن، نمیدونم طلبه باشن، حالا هر بیشعوری که میخوان باشن، اینها اساسا در نهایت چون شعور ندارن و سواد ندارن، سوادشون در حد همون مزخرفاتی که تو اون حوزه لجن قوم که میگن حوزه علمیه میشنن اونجا مزخرفاتو میگن،
اما نمیدونن که ناسیونالیست وقتی که در خون انسان باشه، شما این نمیتونی با هیچ آیه‌ای، با هیچ پرتوپلایی، با هیچ پل سراتی، نمیدونم میفتی تو اونجا چیز از اژدها هست، شمشیر هست، قمه هست، اینا نمیتونه این از ملت ایران بگیرن. و سرانجام مردم ایران در برابر آرامگاه کوروش بزرگ همه اومدن و گفتن که شاهزاده تولدت مبارک، ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست. از اونجا ما رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به 2 ماه پیش که در شهر قم، شهر مذهبی قم، با تمام اون بندایی که دور و بر مردم بستن و که دیگه اونجا یعنی شما حتی خانم‌ها هم با روسری نمی‌بینید، اونجا فقط چادره، چادر مشکی و تو اون کفنه و شیر و شمایل آقایون هم که مشخصه و معروف دیگه. خب صادرات قم و واردات قم معروفه، صادرات قم شمه و وارداتش هم که مرده است دیگه. حالا شما حسابشو بکن چه شهری اونجا، بعد شما حسابشو بکن در قم مردم یهو بیان و بگن پهلوی پهلوی پهلوی. خب این از کجا میاد؟ این از کجا نشأت میگیره؟ از همون ناسیونالیست. یعنی حتی شهر مذهبی قم هم در برابر ناسیونالیست سر تعظیم فرود آورد. و در مشهد، دومی شهر مذهبی که یاروی در رفته بود از عراق اومده بود اونجا قایم شده بود و اینا، اتفاقا بین تمام اون 12 تا شیعیان این هشتمیه اتفاقا آدم چیزی هم بوده، عشقی هم بوده، گویا اهل کفتر بازی بود و شرابخوری و اینا، تو شراب هم بهش زهر دادن خوردن، گفتن حالا اینا تو انگور. حالا به هر حال سندی که نیست معلوم اون یارو اونجا چال شده باشه یا نه مشخص نیست، ولی به هر حال در شهر مشهد شما تصور بفرمایید مردم بیان و بگن رضا شاه روحت شاد، و در اهواز مردم بیان بگن شاهن شاه روحت شاد، و سرانجام در خرم‌آباد مردم بیان و بگن ولی عهد کجایی بداد ما بیایی، و بعد در تهران بیان بگن جاوید شاه جاوید شاه، و در اصفهان که شروع کرد این حرکت رو بگن چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، و سرانجام تمام ایران حتی کار بکشه به نجف و عرض کنم گلپایگان و خمین و کاشان و همون شهرهای مرکزی عراق و اینها که واقعا ساختارهای مذهبی خودش البته با زور بهشون تلقین کردن، و بیان اونجا و بگن که شاهنشاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه پهلوی پهلوی، و این موج ایران رو بگیره. این نشون میده که ناسیونالیست موفق شد پیروز بشه. خب در برابر این پیروزی بزرگ دشمنان ناسیونالیست کیا هستند؟ چپ، کمونیست ها، مثل همین آذرپاکوتا که یه داستانی درست کرده بودن به نام حکمتیسم و اینا، یه مزخرفاتی، 8 نفر آدم بودن به شرافت هم سوگند، از این 8 نفر 3 تا انشاب دادن، 3 تا انشاب دادن، یکیشون پرد شده تو لس آنجلس، همین که به خودش میگه دکتر، همین جواد خالدار، یکی دیگه شون هم، یکی دو تاشون هم موندن توی عرض کنم انگلیس، بقیه شون هم پخش و پلا شدن تو آلمان تو فرانسه، بعد میگن که حزب کمونیست کارگری خیلی سوسیالیستی. بعد یه داستان هم درست کردن حکمتیست، یعنی وقتی میگن حکمتیست مثلا انگار دارن راجع به مثلا امیلیونو زاپاتا صحبت میکنن، راجع به همون مکزیکیه، اونم یه داستانی داشت. بعد یه جوری صحبت میکنه که حالا مثلا منصور حکمت انگار یک شخصیت مثلا گردن کلوفتی و یک فیلسوف عظیمی بوده، چیزی نبوده، یه آدم بیشعوری مثل خسرو گل سرخی، هیچی. انقدر عرق کوف کرد، تمام کمونیست ها به دلیل علت مرگشون کبد بوده، دلیلش یه ودکای روسی، مثل اون فرهاد خواننده، همون که واسهش آقای منفرزاد ساخت جمعه ها خونجای بارون میچکه، در فرانسه کبدش از جیگرش از دهنش کشیدن بیرون، همشون ودکا روسی هم. بعد اینا نشستن اینقدر پرتوپلا گفتن، بعد آخرم گفتن که اون شد حزب کمونیست کارگری و اون انشاب بود و این شد حکمتیسم، و حالا این آذرپاکوتا هم اومده نشسته و شروع کرده به مزخرف گفتن. البته اینا در حدی نیست من بخوام جوابشون رو بدم، چون کار زیاد داریم و اینها جزء مهره‌هایی هستن که میخوان ما رو بکشن به حاشیه، ما رو بکشن به یه مسیر دیگه که من اجازه رو بهشون نمیدم منتهی مراتب، چون بی ادبانه صحبت میکنن و میان میشینن به علازاد شانشا آریامه و علازاد رضاشاه بزرگ و علازاد شهبانی فرای پهلوی و علازاد رضاشاه دوم پهلوی سوم فخاشی میکنن، بهشون ما گفتیم که با اون زبانی که با ما صحبت کنید با اون زبان پاسختون رو میدید، بی ادبانه صحبت کنید بی ادبانه میذارین تو دهنتون، خیال نکنید ما مثل لس آنجلس یا
هستیم، نه ما باید زبان فردوسی و زبان فریبا و اینا رو صحبت بکنیم و سرسده علنگویامون بیاد و اینا، نه ما پودر نمیزنیم به سرسولاتون بشین جلو بیم، ظاهر و باطنمون همین میشینیم و باهاتون هم مبارزه میکنیم، خیلی هم بدطوری مبارزه میکنیم، چون در طول این 39 سال بسیار بسیار دروغ گفتید، فحاشی کردید، سندسازی کردید، هر چه دهان لجنتون در اومد لجن پراکنی کردید، بعد هیچ کس هم نبود که بیاد جوابتون رو بده. حالا یکی پیدا شده مثل من که بیاد بشین جلوی دوربین بزنه تو دهنتون جوابتون رو بده و زور به دسته میاد، بعد چیکار میکنی؟ بعد میرید میشینید میگید که آقا نگاه کنید آقای شاهزاده دوباره سلطنت طلبای شما به ما حمله کرده. نه اصلا زیر کت شاهزاده نری، شما اینقدر الان سر شلوغه که هر لحظه به خاطر این انفجاری که در ایران در راهه مردم منتظر ورود پادشاه هستن و دارن مراسم استقبال هم داره درست میشه، تو چشم شما هم کور بشه به زودی هم خواهید دید، متأسفانه یه سری مسائل هست که الان نمیتونیم جلوی دوربین بگیریم. به هر حال حضورتون عرض کنم که چپ وابسته که یا به سمت مسکو قش میکردن و حالا افتخار دارم مثل مسعود بهنود و فاروق نگهدار و سایر اراذل اوباش به سمت لندن قش میکنن، چون دیگه مسکو زیاد پول نمیده، پوتین خودش همه پولا رو خودش برداشته، بعد تروریست های مجاهد که بازوی مسلح دولت جنایتکار و کثیف انگلستان هستن، این مجاهدین سازمان تروریستی مجاهدین و مصدقان که خب بیچاره بنده خدا اونام دیگه نهای تکون خوردن ندارن، به قول دوستان ملی منقلی ها که بنده های خدا نشستن و همینطوری دارن با خودشون حال میکنن و هنوز میگن که دکتر مصدق با آیا با پیژامه رفت بالا پشت بون یا نه شلوارش رو پوشیده بود، نه نه تو اون بحثان تو حال خودشون هم بنده های خود. به این ترتیب در برابر ناسیونالیسم ایرانی نیستن، خب درد داره، خیلی هم درد داره، شما تصور بفرمایید 39 سال بیایید بر علیه دو پادشاه ایرانساز پهلوی، بر علیه رضاشاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین، بر علیه شاهنشاه آریامهر بنیانگذار تمدن نوین، بر علیه کل خاندان پهلوی بیایید 39 سال فیلم درست کنید، تئاتر درست کنید، کتاب چاپ کنید، جزوه چاپ کنید، بعد با پولهای هنگفتی که حزب دموکرات امریکا، کمونیست‌های چپ اروپا، سوسیالیست‌های راست اروپا، نمیدون غرب اروپا، حضورتون عرض کنم پولهایی که انگلستان میده، اون البته پولای دزدی شده از ملت ایران، فرانسه، آلمان، اینا چند گولایی نیستن، رویال شل، بی پدر یعنی همون بی پی حضور شما عرض کنم و سایر کارتل‌ها و تراس‌های گردن‌کلفت نفتی، کارخانجات اسلحه سازی، مافیای مواد مخدر، مافیای انسان، فروش انسان، قاچاق انسان، خب همه اینا میان به پول میدن، مثلا به کدیور سالی 60-70 هزار دلار حزب دموکرات آمریکا پول میده، همین آخونده توده یه بیشونه بیسوار یه طبیل از واقعا که مثلا چی این استاد دانشگاه است. خیلی حرفه، به قول یکی دوستان دیشب به من میگفت این سی جالبی بهت بگم، سروش در ایران واقعا حرف قشنگی زدی دوست عزیز من همراز ما، سروش در ایران باعث میشه دانشگاه های مملکت بسته بشه تحت نام دروغین انقلاب فرهنگی، بعد خودش میاد میره نمیدونم امریکا ماساچوست نمیدونم کجا، بعد میشه استاد دانشگاه. خیلی حرفه ها، یه آدم بی سواد بیاد اونجا به اسم استاد دانشگاه که فقط یه بهانه باشه بتونم به این ماه 30-40 هزار دلار بدم، بعد این پولا رو چیکار کنه؟ این پولا رو بیاد خرج به رادیو تلویزیون لس آنجلسی بکنه که بیان اونجا سخنرانی بکنن، اگه خودشون نیام یاروغالای خودشونو بفرسن به عنوان دکتر و نمیدونم مهندس و اینا، تا دیروز بنیانگذار وزارت اطلاعات سپاه پاسداران بوده، حالا بهش میگن دکتر، بعد همه جام سرد میکشه، پیش نوریزاده میره، پیش ایدلگر عاشقی در بیه من قلباش میره، اون یکی تلویزیونی که میگه من سلطنت طلبم میره، تو اون رادیو میره، همه جام میره، همه جام بهش میکروفون میدن، تو بنگاه لجن پراکنی بی بی سی میره، تو بنگاه لجن پراکنی صدای آمریکا میره، پیش اون سعید حیران میره، رادیو آزاد میره، رادیو غیر آزاد میره، فردا پس فردا همه جام میره، از کجا پول میاد مشخص نیست، منبع درآمد کجاست؟ زیر زمین، چقدر بهش میزن؟ خدا برکت بده من 150,000 دلار، بله کوچلوارم که مفته آقا، پولم که مفته آقا، و اینا میشینن و حضورتون عرض بکنم میبافن دیگه، میبافن میشینن، بله رضا شاه بی سواد بود، من چون من خودم مدیریت خوندم و خودم سالیان سال اصلا مدیر و قهرمان خوشبختی بودم، اینه که نه از نظر مدیریت بد نبود، ولی خب بی سواد بود دیگه، یعنی اون ذات پدر سوخت بازی داده، جمله مورد نظرشو نمیخوام استفاده بکنم به حرمت مخاطبین عزیز تلویزیون محترم ایران آریایی، ولی خب شما خودتون میدونید دیگه،
اون ذات خودشونو نشون میدن، یعنی نشون میدن که اساسا ما بی ریشه ایم، بی پدر و مادریم، ما ضد ایران و ایرانی هستیم و ذاتمون هم فحاشه، منتهی مراتب یه جوری فحش میدیم که کسی متوجه نشه. نه، ما متوجه میشیم. اگه کسی خیال میکنه ما نمیفهمیم، نفهم خودشه، ما میفهمیم و بهتون هم گفتیم. به خاندان ایرانساز پهلوی توهین بکنی تو دهنتون میزنیم، پای همه چیش هم وای میسیم، چون ما هیچی برای باختن نداریم. چیزی شما نذاشتید برای ما که ببازیم، ما چیزی نداریم ببازیم. پدر و مادرمون که از همون گرفتیم، مملکتمون هم که گرفتیم، عزیزانمون هم که کردیم زیر خاک، ملت هم که دست آخوند دادیم، ما هم که آبادی دنیا کردیم، پس ما چیزی برای باختن نداریم. بنابراین از کسی که چیزی برای باختن نداره بترسید. خب اگر بشینید مثل این آذرپاکوتاب و بقیه اراذل اوباش مجددا بر علی ناسیونالیست که سمبل ناسیونالیست علازد رضا شاه دوم پهلوی سومه و خاندان پهلویه، مجددا بشینید لجن پراکنی بکنید، بازم تو دهنتون میزنید و خیال نکنید ما رو میتونید به حاشیه ببرید، اصلا و ابدا. امشب فقط اومدم این مطالب رو بهتون بگم، چون کار خیلی داره جالب میشه در داخل کشور. اما قبل از اینکه بپردازم به بقیه مطالب، یعنی اصل مسئله، از سرکار بانو سارا تمنا میکنم که این فایل شماره یک، یعنی همین یه فایلی که هست، پخش بکنم. همینان عزیز توجه بفرمایید، در درون دستگاه حاکمیت جمهوری اشغالگر اسلامی چه خبره تا من بیام و در خدمتتون باشم. سرکار بانو تمنا میکنم. اینو کارشناسا دیدن میگم من 5 6 میلیون تومنه. کی هم صرفی زده؟ کارشناسا همون کارشناسا که شما میگی رفتن بازدید شرکت رو کردن. استفاده اونها از کارشناسی هیچی نمیدونن. من با جرأت میگم. بله ما کارشناسیم که صنعت خودرومونه. ما اینا رو به جامعه تزریق نکنید، این خیانته. خیانت اینه که شما سالی 1000 آدم داری میکشید. شما رو من شما رو 1000 نفر داری مصدوم میکنی. شما 12000 زن سرپرست خانواده بی جامعه اضافه میکنید. این شعار به جامعه داده. 5000 نفر به خاطر دیگه هم مفلس آمریکا اصلا نیست، کسی مظلوم نمیشه. من متهم به خیانت خائن کسانی ان خائن کسانی ان که به بهانه فارسی خائن کسانی ان که به بهانه ارزش 5 میلیون تومان با بهانه مشکلات ارزی های ملک اجازه من صحبت کنم. سپاسگزارم سرکار بانو سارا، خیلی متشکرم از شما. خب همینان عزیز اجازه بفرمایید که مطالبی رو حضورتون عرض کنم که ما بقیش هم میذاریم برای جمعه ساعت 10:30 شب به وقت ایران، 8 شب آلمان. جمهوری اشغالگر اسلامی از درون داره منفجر میشه، یعنی کارش دیگه تموم. اینو راحت حضورتون عرض کنم، در درون دستگاه حاکمیت دعوا خیلی بالا گرفته و همه به این نتیجه رسیدن و گزارششان به علی شیره‌ای دادن، در همون جایی که بهش میگم بیت رهبری، به قول رضاخان فاضلی روح شاد طویله رهبری، گزارش بهش دادن که دیگه غیر قابل کنترله. دخترها رو میبینید میان یه دونه روسری سفید یا پاچه سفیدی میزنن به سر یه چوبی و میزنن قشنگ سر چهارراه‌ها و خیلی رسمی و علنی دارن اعتراض خودشون به این شکل نشون میدن. اعتصابات در سطح کشور آغاز شده، یک بخشی از پزشکان ایران در اعتصاب هستن، اخبارشو نذاشتن بیرون بیاد. من به شما بگم کارخانه های ایران ارزم بوده شما، البته کارخانه که چه از کنم، چند تا کارگاهی هم که باقی مونده کارگران شروع کردن به اعتصابات سراسری. اعتصابات داره به شرکت نفت کشیده میشه، به شرکت گاز داره کشیده میشه. در داخل ایران مردم دیگه کاملا در برابر اشغالگران اسلامی ایستادن، اخبارشو دارید میبینید، گهگاهی فیلماش میاد دارید میبینید. شکاف عظیمی در درون سپاه ضد ملی پاسداران هست. محمد علی جعفری، همین تریاک فروش، خانم فروش که یکی از قاچاقچیان مواد مخدر هست و قاچاق انسان نقش بزرگی داشته که دختران و زنان ایران رو، به خصوص زنان شوهردار ایران رو، اینا دفتر دارن اصلا تو ایران، صادر میکنه به دبی. با اون سردار سلیمانی یک تروریست شناخته شده که در یمن، سوریه، لبنان، عراق دست به آدم کشی میزنه، نوجوانان جوانان ایران قتل عام کرده. اینها با اون یارو منبع فساد که تمام وجودش پر از ویروس و میکروبه،
فیروزآبادی، همون که افتاد رو رفسنجانی، حالا معلومه این افتاد رو یه افتاد رو بالاخره یکی افتاد رو یکی اون یارو خفه شد. حضورتون عرض کنم که اینها رفتن پیش علی شیری و گفتن که خب در درون سپاه بسیج چیز هست، اختلافاتی هست، نمیخوان بکشن. خیلی از بسیجی ها میبینید فیلماش هم میاد و خود پاسدارا این کارت های شناساییشون دارن آتیش میزنن، پاره میکنن، یعنی دارن نشون میدن که میخوان برگردن با آغوش ملت. من داخل پرانتز یه پرانتز بزرگ البته باز کنم، یک بار دیگه به نیروهای سرکوبگر جمهوری اشغالگر اسلامی یه مطلبی رو بگم. نیروهای انتظامی، سپاه ضد ملی پاسداران، بسیج، حالا اونایی که میگن لباس شخصی و اراذل و اوباش آدم کش، اونا که هیچی، اونا که فعلا لباسهای اونیفرم دارن و مشخصن که این جانور پاسداره، یکی جانور بسیجیه، یکی جانور مال نیروهای انتظامی. خوب توجه کنید بهتون چی میگن. حالا حرف منو میخواید تهدید حساب بکنید، دروغ حساب بکنید، بلوف حساب کنید، هر طوری که دوست دارید میتونید برای خودتون ترجمه کنید. اگرم منزل تشریف ندارید، بچه هاتون، همسرتون، پدرتون، مادرتون، رفیقتون، فک و فامیلتون، خواهر برادرتون، این دوگن از خراسان بزرگ تا اون دشت خوزستان به آبهای گل اون خلیج فارس سوگن که وجب به وجبش خون ملت ایران، خون سربازای ایران ریخته شده. نیلگون خلیج فارس، به دریای مازندران، به جنگل‌های سرسبز شمال سوگند. برگردید به سوی ملت ایران، مورد عفو قرار می‌گیرید. ما نمی‌خوایم شماها رو بکشیم. به شرافتمون سوگند، ما مشروط خواهان به زودی در ایرانیم. نمی‌خوایم شماها رو بکشیم. ما نمی‌آییم برای آدم کشی. گوش کنید بهتون چی می‌گیم. ما می‌دونیم که از درون اعلامیه‌هایی که پخش شده اگه سلطنت طلب بیان همه تون از دم تیغ میگذبونن، ما خبرشو داریم که در پادگان سپاه در تهران این مزخرفات پخش شده. محمد رضا شاه پهلوی آدم کش نبود، برای همین کشور رو ترک کرد. بهش گفتن یا باید بکشی یا باید بری، گفت میرم. آدم نکشت. رضا شاه آدم کش نبود، رضا پهلوی آدم کش نیست. ما نمیایم برای انتقام، ما میخوایم ایران رو از اشغال در بیاریم، ما میخوایم ایران رو نجات بدیم. پای این جمهوری خواها به ایران برسه، به این فوکل کراواتاشو نگاه نکنید، از دم تیغ همتون رو میگذرونن به فرمان انگلیس، به فرمان روسیه، چون خیلیاتون باید سر به نیست بشید توسط همین اربابان آخوندها که بعد میخوان نوکران بعدیشون رو بیارن. به مزخرفاتی که بهتون گفته میشه گوش نکنید. ما برای کشتار نمیایم، ما برای نجات کشور میایم و برای حتی نجات شما. ما میخوایم شما پاسدارا و بسیجی ها رو از این ننگ نجات بدیم. این ننگه که وجود شما رو گرفته. اون لباس ننگاور رو از تنتون در بیارین، لباس ارتش شاهنشاهی ایران رو به تن کنین، زیر پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران خدمت کنین، نه زیر اون پرچم شپشو. نوکر ملتتون باشید، نه نوکر آخوند. دست بردارید از آدم کشی، دست بردارید از اسید پاشی، بد بلایی به سرتون میاد. بچه ها خبرها رو دارن برای ما میفرستن. به خدای ایران سوگند، بچه های ایران رحم بهتون نمی کنن. اینو دارم جدی بهتون میگم. خیلی جنایت کردید، خیلی کشتید، خیلی تجاوز کردید. تا دیر نشده برگردید به آغوش ملت. جمهوری اشغالگر اسلامی رفت، تمام شد. من همیشه به دوستانم میگم جمهوری اشغال، میگفتم جمهوری اشغالگر اسلامی باید برود و خواهد رفت. حالا دارم بهتون میگم جمهوری اشغالگر اسلامی رفت، تمام شد. اینها هر ترفندی دارن میزنن دیگه مردم با اینا همکاری نمیکنن، دارن بانک ها التماس میکنن بیاین پولاتونو بدین، ما 20-25% بهتون بهره میدیم، پولی دیگه در کار نیست. 450 میلیون دلار به گفته بچه‌های میهن پرست در طول چند روز اخیر از کشور خارج شده، هیچ چی دیگه تو ایران نمونده، تمام ذخیره ارزی رو خارج کردن، هیچ پولی دیگه نیست، کاملا ایران ورشکسته شده. ایران ورشکسته شده، هیچ جای سالمی دیگه نمونده. تمام مزخرفاتی که اینها دارن میگن میخوایم رفراندوم کنیم و کار به جایی کشیده که اومدن میگن چهارشنبه سوری بذارید مردم تفریح کنن. اینها به غلط کردن افتادن.
آخرین لحظات صدام حسین رو یادتون میاد؟ آخرین لحظات معمر قذافی رو یادتون میاد؟ جمهوری اشغالگر اسلامی رسیده با اون مرحله، داریم بهتون میگیم و این پرانتز رو امشب اینجا میبندیم. اما همیهنان عزیز، بچه های میهن‌پرست چه در داخل چه در خارج، بچه هایی که در داخل هن که وظایف خودشون رو میدونن، آماده اون قیام نهایی هستن و به زودی شروع خواهد شد، اما بچه هایی که در خارج از کشور هستید، من بازم ازتون خواهش میکنم، اولا سپاسگزارم از پیامایی که برای من میفرستید، ممنونم از این که منو مورد لطف و محبتتون قرار میدین چه در داخل چه در خارج، و بی‌نهایتم سپاسگزارم از این که بیننده این برنامه هستید، واقعا ازتون ممنونم. من برای شما اینجا اومدم نشستم، نه برای هیچ چیز دیگه، نه قرار فرمانده بشم، نه مثل اون دلقه که ابله بگم برید مسجد آتش بزنید. ما قرار نیست هیچ جا رو آتش بزنید و هیچ جا رو تخریب کنید. ما برای تخریب نمیریم. پهلوی یعنی کسی که میگه من طرفدار پهلوی و طرفدار اون سیستمم، سازنده است نه مخرب. پس ما مخرب نیستیم، سازنده ایم. هر کس شعار مخرب میده بزنید، بکشید، آتش بزنید، منفجر کنید، دار بزنید، این کارو بکنید، اینا از ما نیستن، اینا ایرانی نیستن، اینا همشون عاملن، همشون عامل خود جمهوری اشغالگر اسلامی هستن. کسی که میاد جلو دوربین میشینه و یابو برش میداره، بعد از 3-4 ماه، 1 سال، 2 سال بهش دو نفر میام میگم فرمانده، بعد میگه این لقبو مردم به من دادن، بس کنید از این بازی ها. خیال نکنید هر کسی میتونه رهبر بشه، خیال نکنید اینقدر موضوع ساده است. شما رو 5 نفر آدم هم نمیشناسه. به هر حال از همه میهن پرستان در داخل کشور، در خارج از کشور، از همه همرزمان خواهش میکنم وارد بازی‌های این آذرپاکوتا و دیگر اراذل اوباش نشید. اینها با نقشه اومدن. آی نمیدونم محسن چیچی باف، این که دماغش هم بگیرید جونش در میاد، نامه سرگشاده داده به شاهزاده، خیلی غلط زیادی کرده، نامه سرگشاده، نامه تهگشاده برو بده به رهبر عظیم الریش، به اون علی شیره بیشور. احمق، تو رو چه به این غلط کردن ها به تمکسر جاد. سلطنت طلب ها در فیسبوک به من فخوشی کرده، منو تهدید کرده. تو اصلا کی هستی که میخواد کسی تو رو تهدید بکنه؟ تو رو بچلونن 6 کیلو فقط ازت شیره میریزه بیرون، یه خر خاکی بیفته بود سنت میپری بالا. بچه های خارج از کشور، با اینا وارد بحث نشید اصلا و ابدا. اینا اومدن شما رو بکشن توی یه مسیر دیگه. کار خودتون رو انجام بدید، همون مسائلی که باید انجام بدید، همون وظیفه‌ای که باید انجام بدید، همون وظیفه ما بردن رضا پهلوی وارث تاج و تخت به ایرانه. ما هیچ وظیفه و کار دیگری نداریم. ما سربازان راه پادشاهی ایران فقط وظیفه داریم اعلی حضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم رو رو دوشمون بذاریم ببریم ایران، تموم شد. ما هیچ کار دیگه‌ای نداریم که بکنیم. این که به من میگید آقا رضا باید جواب اینا رو بدین، اینا کسی نیستن که شما جوابشون بدین. اینا میخوان که شما جوابشون رو بدین که مطرح بشن، بزرگ بشن. اگه من میبینید هر از چنگای میام یه کشیده به گوش یکی دو تاشون میزنم، فقط به خاطر اینکه بدونن ماها بیداریم. ولی دیگه زیاد نمیرم توی تن و وجودشون. اینها پاسخهای خودشون رو گرفتن. جمهوری خواهان 39 سال امتحان خودشون رو پس دادن. ما با جمهوری خواهان هیچ بحثی نداریم. اگر براندازن تشریف بیارن جلو، تموم شد. اینها جمهوری خواهان انحصار طلبن، میگن همه ما دور هم جمع بشیم به جز سلطنت طلب ها. خیلی غلط زیادی میکنید. ایران سرزمین شاهانه و ایران پادشاهی خواهد شد، شکی هم نکنید، خواهید دید و به زودی خواهید دید. ایران پادشاهی خواهد شد و به زودی خواهید دید. و همیشه گفتم بازم میگم، لحظه ای که هواپیمای اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم اعلام بشه روی مرز ایرانه، خواهید دید که چه انفجاری در ایران صورت خواهد گرفت. خواهید دید. به شرافت بشری سوگند، رضا پهلوی باید شبانه بره یه گوشه‌ای توی تهران یه جایی ببرن، همونجا نگرش دارن، بگن اعلیحضرت هست. اگر ملت ایران بدون اعلیحضرت کجاست، به شرافتم سوگند اصلا هواپیمایشون و کل کاخ رو برمیده میزن رو سرشون. ترس انگلستان از ورود پهلوی به ایرانه. بزرگترین استقبال تاریخ از رضا پهلوی خواهد شد، خواهید دید و به زودی خواهید دید. وارد این بازی ها نشین بچه ها.
ما فرصتی نداریم، ما فرصتی برامون دیگه باقی نمونده بشینیم جواب آذرپاکوتا رو بدیم و جواب نمیدونم محمود یوری رو بدیم و جواب اون یه چاقوکشه رو بدیم و جواب اینکه فخاش رو بدیم و جواب نمیدونم بنیانگذار وزارت اطلاعات سپاه رو بدیم و بریم تو کار اینو. من تو اون 5-6 هفته اول برنامه هم تکلیف رو با همه روشن کردم و بازم دارم میگم آغوش میهن پرستان به سوی کسانی که براندازن بازه. الان شیرینک عبادی آدم شده رفته پیش این ابو شریف تو اون تلویزیونه و میگه که ما باید کاری بکنیم، اصلاح طلبان هم مثل ما صحبت بر ایران، همه تون خودتون به راه راست هدایت میشید و همه تون مشروطه خواه خواهید شد. اونهایی که نمیخوان اون تناب نوکری به گردنشون باشه، این یه تخم لقی که فعلا انگلستان کاشته تو دهن یه عده‌ای که خب یه استخونا منداختن جلوشون، هم دارن یه دومی تکون میدن. این خبرها نیست. تا ما زنده ایم نمیذاریم انگلستان به خواستش برسه، تا ما زنده ایم اجازه نمیدیم این عجوزه مقیم لندن به آرزوهاش برسه، تا ما سربازان آریامهر زنده ایم، تا ما سربازان رضاشاه زنده ایم، تا ما سربازان پهلوی زنده ایم. اینو جدی بهتون میگم، خیال نکنید ما نشستیم اینجا داریم مثلا جوگیر شدیم و جلو دوربین داریم داد بیداد میکنیم. نه، ما نون سربازی خوردیم، ما سر سفره سربازی بزرگ شدیم، ما دندان کباب خوری نداریم، جیبامون هم سوراخ نیست بریم دلار بدوزیم، ما دوز نیستیم. ما گفتیم از روز اول و الان هم باز میگیم پیکر پاک به امانت سپرده شده دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، رضا شاه بزرگ و آریامهر بزرگ، روی دوش میان پرستان باید بیاد در خاک ایران آریایی طی یک مراسم با شکوه همینطوری که باید برگزار بشه، باید در خاک ایران به خاک سپرده بشه، نه به صورت امانت در مصر. ما رضا پهلوی وارث تاج و تخت رو به ایران برمیگردونیم، مطمئن باشید ایشون شاهنشاه ایران خواهند شد، مطمئن باشید. غیر از این قید ایرانو بزنید، برای همیشه بزنید، چون انگلستان خواستش اینه که ایران رو یک تبدیل بکنه به یه چیزی در حد افغانستان کنونی و اینو رادیو بی بی سی گفت. اینو زمانی که اعلیحضرت ایران رو ترک کردن این جمله گوینده رادیو بی بی سی بنگاه لجن پراکنی بی بی سی که حالا ایرانیان دیگر باید تمدن بزرگ را به خواب ببینن، ایران به زودی به کشوری تبدیل خواهد شد در حد افغانستان. این خاص و اراده انگلیسه، ولی کور بخونه. تا ما زنده ایم ما ایران رو نجات میدیم. حالا هر کدوم از این اراذل اوباشو میخوان بیارن بذارن جلوی این تلویزیونا بشینن مزخرف بگن، از خسرو گل سرخیشون بگن، به حال آن نسل باید گریست که چریکش خسرو گل سرخی بود، شاعر انقلابیش احمد شاملو بود، ترانه سراش ایرج جنتی عطایی بود و آهنگسازش اسفندیار منفردزاده بود و شاعر آنچنانیش شهریار قنبری بود. به حال آن نسل باید گریست که خواننده سیاسیش 4 کلاس ثبات نداشت و حالا آخرین سنگر سکوت براش. به حال آن نسل باید گریست که شاه ماهیش بگه آقا خوبه آقا جونه. به حال آن نسل باید گریست. ما اون نسل نیستیم، ما تربیت شده آریامهریم، به علاحضرت رو برمیگردونیم، مطمئن باشید که برش میگردونیم. غیر از این ما کار دیگه ای نداریم، غیر از این قید ایران رو بزنید، شناسنامه های خودتون رو بندازید بیرون، چون اگر ایران جمهوری بشه ما دیگه ایرانی نیستیم. ایران سرزمین شاهانه و باید پادشاهی به ایران برگرده و برش میگردونیم. خیلی خبرها در راهه، پیروزی نست اومد خود در داخل در برون این تلویزیون کار کنه که شما اون بیدون هستن بیش برید یک مبارزه صحیح. این آیات سپاسگزارم از توجه همه شما عزیزان، از سرکار بانو سارا و باز هم از شما همیانان گرامی که برازمند گوش کردید. تا جمعه ساعت
و قهرمان تاریخ ایران و جهان آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.